رضا شفیعی جان بازیگر مطرح طنز سینما و تلویزیون برای اولین بار به طور مفصل از بیماری تیروئید و حواشی عجیب و غریب آن در زندگی شخصیش گفت. وی توضیح داد در جوانی آتلیه داشتم و نقاشی می کردم به طوری که مردم بهترین سوژه های نقاشی من بودند. در کنار نقاشی و ارائه تابلو به موزه هنرهای معاصر تدریس هم می کردم و این تنها راه امرار معاش من بود. صادقانه میگویم از همون کودکی علاقه داشتم مانند یک قهرمان واقعی مردم سرزمینم را بخندانم و شاد کنم و به همین دلیل عرصه طنز را انتخاب کردم. بازیگر فیلم ارتفاع پست در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به مشکلات روحی خود در جوانی اظهار داشت: در مجموع روحیه حساسی داشتم و به همین دلیل بسیار آسیب پذیر بودم. در دوران خدمت سربازی خودخوری می کردم و افسردگی من به اوج رسیده بود، تا جایی که حتی از نظر جسمی هم دچار مشکل شدم. چندین بار به پزشک مراجعه کردم اما تشخیص ها نادرست بود. پیشرفت بیماری به حدی بود که در یک هفته نزدیک 40 کیلو وزن کم کردم و مانند شمع آب شدم. ناگفته نماند ریزش موی شدیدی نیز داشتم. چشمهایم ورم بسیاری داشت و در مرحله از بیماری تیروئید به دوبینی دچار شده بودم و در نهایت به دلیل تشدید بیماری از خدمت سربازی معاف شدم. در آن روزها نام تیروئید خیلی برای جامعه آشنا نبود. بازیگر سریال جایزه بزرگ تصریح کرد: فرم صورتم به کلی به هم ریخته بود. درد زیادی داشتم و مدام در حال خوردن مسکن بودم. نمی توانم بگویم که چقدر افسرده بودم از این اتفاق و مرگ را احساس می کردم. این مشکلات همزمان با حضور من در سریال ساعت خوش بود. در این سریال نویسندگی نیز می کردم و حتی در برخی آیتم های ساعت خوش چشم های من سوژه نمایش بود. وی با اشاره به رفتارهای نامناسب برخی از بازیگران در آن دوران گفت: در دوره بیماریم بسیاری از اطرافیان برای اینکه خود را خوشتیپ و خوشظاهر جلوه دهند در کنار من می ایستادند. گرچه مقصود آنان را از این رفتار می دانستم، اما از پدرم یاد گرفته بودم که مشکلاتم را عیان نکنم و بدون توجه به ناملایمت ها با قدرت به مسیر خود ادامه دهم. شفیعی جان در پاسخ به سوالی که چطور به این بیماری غلبه کردید گفت: باید این بیماری را پنهانش می کردم. چیزی بوده که از پدرم به ارث بردم. به عنوان بازیگری که معمولا نقشای کودک و نوجوان و شخصیت‌های بیغم و غصه را بازی می کردم، مجبور بودم دردهای خود را پنهان کنم. گرچه هنوز هم برخی اعتقاد دارند من در واقعیت هم همان شخصیت بیغم را دارم. البته در استندآپ ها تلاش کردم تا حدودی خود واقعیم را به مردم نشان دهم و یکی از انگیزه های من برای حضور در این عرصه نیز همین است. رضا شفیعی جان در ادامه گفت: هنوز هم بیماری تیروئید زندگی من را تحت تأثیر قرار می دهد و نظم زندگی من را مختل می کند، گرچه در این سالها توانستم به خوبی زندگی خود را با آن هماهنگ کنم. البته هنوز هم نگفته های بسیاری در زندگی خود دارم که بیماری دیابت یکی از آنهاست و دوستانم به شوخی به من میگویند دیابتت مبارک و میگویم عیبی ندارد، عوض شیرینی کمتر میخورم. آقای شفیعی جان یادآور شد: زندگی میدان جنگ است. در این میدان انسان‌ها باید بیاموزند که به یکدیگر عشق بورزند و گره‌های زندگی یکدیگر را باز کنند، نه اینکه گره روی گره بزنند. وی در ادامه با اشاره به مشکلات هنرمندان مطرح در جامعه گفت: بازیگران و هنرمندان سرشناس نمی‌توانند مانند دیگران زندگی عادی داشته باشند، چرا که تمام حرکات و رفتار آنان زیر ذره‌بینی بی‌رحم قرار دارد، به طوری که در بسیاری مواقع کوچکترین حرکت آنان بزرگترین پیامدها را خواهد داشت. زندگی این افراد شبیه زندگی ماهی در آکواریوم است. بازیگر ناماشنای تلویزیون در پایان با بیان اینکه هنرمندان گناه دارند گفت: بیشترین زمان عمر بازیگران به تعامل و معاشرت با جامعه اختصاص دارد. به همین دلیل روانی است که در مناسبات اجتماعی به دلیل اشتباهی کوچک با برخوردی ظالمانه مواجه شوند.
رضا شفیعی جم یکی از چهره هایی است که ماجرای جدایی از همسرش با حواشی زیادی برای او همراه بود و زندگی شخصی او زیر ذره بین نگاه هواداران و مخالفانش رفت. برنامه شام ایرانی به کارگردانی بیژن بیرنگ و سروش صحت سال 93 با حضور هنرمندان به صورت یک مسابقه برگزار شد. در شبی که رضا شفیعی جم به عنوان میزبان پذیرای دوستانش بود، ماجرای جداییش را مطرح کرد و این شروع ماجرا بود. برنامه شام ایرانی با حضور محمد رضا هدایتی، محمد رضا شریفی نیا، برزو ارجمند و میزبانی رضا شفیعی جم در حالی برگزار شد که صحبت‌های آقای بازیگر برایش دردسرساز شد. رضا شفیعی جم در این برنامه به ماجرای جدایی از همسرش اشاره کرد و گفت: پول زحمت 20 ساله‌ام را برای 6 ماه زندگی از دست دادم و مجبور شدم برای پرداخت مهریه همسرم خانه‌ام را بفروشم. این صحبت‌های رضا شفیعی جم بعد از پخش این قسمت از برنامه شام ایرانی حسابی جنجالی شد و هر روز حواشی جدیدی برای آقای بازیگر رقم می‌زد. ویدیویی از این بخش صحبت‌های رضا شفیعی جم در فضای مجازی و سایت‌ها منتشر شد و صدای اعتراض آقای بازیگر را بلند کرد. ماجرای جدایی رضا شفیعی جم به همینجا ختم نشد و فضای مجازی بیشتر روی این موضوع مانور داد. دردسر جدایی او و صحبت‌هایی که در شام ایرانی مطرح کرد بعد از مدتی ماجرای ازدواج و جدایی او و ماهایا پتروسیان را شکل داد و باعث عصبانیت خانم بازیگر شد. خانم پتروسیان با انتشار پستی در اینستاگرامش به این ماجرا واکنش نشان داد و عکسی از همسر سابقش را به اشتراک گذاشت و به این شایعه خاتمه داد. آقای شفیعی جم بعد از سالها در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره ماجرای جداییش صحبت کرد و از مطرح شدن این موضوع بدون اجازه خودش گله کرد. رضا شفیعی جم روی آنتن برنامه زنده تلویزیون به ویدیویی که از شام ایرانی پخش شد اشاره کرد و گفت: من خواستم که این بخش از صحبت‌های من از برنامه حذف شود، اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد و زندگی شخصی من روی بیلبورد قرار گرفت. مسئله ازدواج و جدایی من بدون اجازه روی بیلبورد است. این کار قشنگی نیست. البته برای من نه، بیشتر برای طرف مقابل. برخی از سایت ها هنوز برنامه شام ایرانی را بالا می گذارند. من بازیگرم و بازیگری کارم است و این کارها خوب نیست. آن بخش از مصاحبه من هم قرار بود از برنامه حذف شود، اما کم لطفی کردند و هضم نشد. عیبی ندارد، اما ای کاش ادامه ندهند. رضا شفیعی جم روی آنتن برنامه زنده تلویزیون از حاشیه سازان انتقاد کرد و به ماجرای ازدواج با خانم پتروسیان که فضای مجازی باعث شکل گیری آن شده بود اشاره کرد و گفت: خانم پتروسیان به من زنگ زد و خیلی ناراحت بود. می گفت به من زنگ می زنند و می گویند تو شفیعی جم را در زندگی مشترک اذیت کرده ای، ولی ما که اصلا زن و شوهر نبودیم و شاید نقشش را بازی کردیم، اما مردم اشتباه گرفتند.